خلط پشت بینی مشکلی که خیلی وقتها گریبانگیر بسیاری از ماست و نمیدونیم چجوری باید اون رو درمان بکنیم و چه راهکاری وجود داره که واقعا بتونه ما رو از شر این خلط‌های آزاردهنده خلاص بکنه، علل خصوص که در فصل زمستان قرار داریم و سردی هوا عاملی است که باعث میشه افراد بیشتری به این مشکل دوچار بشن. به همین خاطر تصمیم گرفتم تا موشکافانه تمام راه‌های خانگی و غیر خانگی درمان خلط پشت حلق رو امروز براتون موشکافی بکنم. تا آخر ویدیو همراه من باشید، راهکارهایی رو خدمتتون خواهم گفت که بسیار برای شما مفید خواهد بود و بسیار به شما کمک خواهد کرد. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. هر هفته در چنل ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری‌ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این دسته از موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روشن بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندند. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. ضمن اینکه تکرار میکنم این رو برای عزیزانی که شاید تازه با چنل ما آشنا شده باشن، اگر به واسطه دکمه تنکس کمکی به این چنل بشه، مستقیما به سازمان‌های خیریه‌ای که کمک‌های پزشکی به کودکان و یا بزرگسالان می‌رسونن از طرف شما و به واسطه گری من اهدا خواهد شد. اما می‌پردازیم به موضوع ویدیو امروز. ببینید، خلط یکی از مکانیسم‌های دفاعی بدنه، اینو قبلا هم گفته بودم، با مواد خارجی و اگه وجودش برای درمان و کنترل بیماری نباشه، در واقع مشکلات بسیار زیادی رو میتونه برای بدن به وجود بیاره. اما در این حال میتونه حرکت هوا رو در مسیر تنفسی مشکل بکنه، به علاوه خارش دائمی گلو میتونه آزاردهنده باشه. اما روش‌های بسیار زیادی برای کاهش خلط و علائم آزاردهنده اون وجود داره. خب در اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم اینه که در واقع خلط برای بدن وجودش لازمه، اما خب طبیعتاً آزارهایی رو داره برای افراد که باعث میشه اونها در پی این باشن که این خلط رو کمتر بکنن. در وهله اول باید بدونید که لازمه وجود خلط و یک چیز بیهوده در بدن نیست. اما علت خلط پشت حلق اگر بخوام خدمتتون بگم، ببینید، به جز بیماری ها برخی شرایط خاص زندگی هم خلط‌آورن و منجر به افزایش ترشحات بینی میشن. مثلا زندگی در آب و هوای خشک یا پر از گرد و غبار، مصرف مایعات بسیار کم یا افزایش مصرف مایعات کافئین دار، مصرف برخی از داروها مثل داروهای ضد بارداری، مهار کننده های ACE، سیگار کشیدن و عوامل دیگه میتونه عارضه خلط پشت گلو رو به وجود بیاره و خود عارضه خلط گلو میتونه باعث سرفه، خارش در گلو، دشواری در تنفس و خوردن و آشامیدن بشه. اما یک سری روش درمان فوری داریم برای خلط پشت حلق که بسته به شدت و علت ایجاد خلط، روش های مختلفی رو برای درمان اون میتونیم به شما پیشنهاد بکنیم. ببینید، در دو دسته کلی میشه درمان های فوری خلط پشت حلق رو دسته بندی کرد. درمان های خانگی خلط پشت حلق یا درمان خلط پشت حلق در طب سنتی و دسته دوم درمان خلط پشت حلق با دارو هستش. اما درمان خلط پشت حلق با طب سنتی شامل چه مواردی میشه؟ ببینید، مورد اول انبر نصار است.
عنبر نسارا مدفوع خشک شده الاغ ماده است که خواص ضد میکروبی زیادی داره. این ماده مثل اسپند حرارت میخوره و بخاری که از اون ساطع میشه به عنوان یک میکروب کش قوی و مؤثر برای درمان خلط پشت حلق کودکان و بزرگسالان و به طور کلی هر گونه عفونت در ناحیه دهان و مجاری تنفسی و حتی بهداشت دندان میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. با این حال باید توجه داشته باشید که استنشاق زیاد دود عنبر نسارا میتونه منجر به بروز بیماری‌های ریوی بشه. اینجا می‌خواستم یک نکته‌ای هم که اضافه بکنم اینه که برخی از افراد اصلا ریه‌های بسیار حساسی دارن و با هر نوع دودی مثل اسپند یا عنبر نسارا مشکل دارن. اینجور افراد اصلا سراغ چنین درمان‌هایی نرن. اما افرادی که ریه‌های سالم‌تری دارن و میتونن این کار رو انجام بدن واقعاً مؤثره بخور عنبر نسارا و پیشنهاد می‌کنم که اون رو امتحان بکنن. اما درمان خلط پشت حلق با جوش شیرین گزینه دیگریه که میتونید به عنوان درمان خانگی خلط گلو استفاده بکنید. بخور جوش شیرین بسیار میتونه مؤثر باشه. جوش شیرین ترکیب نمک‌های سدیم با کربونیک اسیده که خاصیت میکروب‌کشی قوی داره. کافیه چند تا قاشق از این پودر رو در آب جوش کتری بریزید و اون رو در محیط بسته‌ای مثل زیر پتو استنشاق کنید. جوش شیرین میتونه به کمک خاصیت گندزدایی قوی که داره بار میکروبی عفونت رو کاهش بده و در نتیجه خلط پشت حلق رو سبک بکنه. اما مورد بعدی درمان خلط پشت حلق با عسل. خوردن عسل هم گزینه دیگری برای درمان خلط و ترشحات پشت حلقه. مثل گزینه هایی که در گذشته خدمتتون عرض کردم، عسل هم خاصیت میکروب زدایی بسیار قوی داره و در درمان سرفه خلطدار هم تأثیر بسیار زیادی داره. کافیه که برای استفاده از عسل به عنوان درمانگر خلط روزانه کمی عسل رو در برنامه غذایی خودتون بگنجونید. اینکه عسل به چه صورتی مصرف بشه به سلیقه خودتون بستگی داره. با این حال ترکیب عسل با برخی از مواد مثل سیر، زنجبیل و آبیشن میتونه تأثیر درمانی اون رو دوچندان بکنه. نوشیدن کمی آب ولرم با عسل هم بهترین گزینه برای درمان خلط پشت حلق اول صبحه. همچنین آب عسل به دلیل طعم خوبی که داره روش مناسبی برای درمان خلط پشت حلق بچه هاست که معمولاً با روش های درمان دارویی مخالفت میکنن. مصرف دمنوش ها و عرقیات گیاهی هم مورد دیگری است که میتونه به شما بسیار کمک بکنه. اگر بخوام نام ببرم از این دمنوش ها، دمنوش آویشن و پودر ریشه شیرین بیان، عرقیات گیاهی مثل بابونه، پونه، یونجه، آویشن، زنیان، شیرین بیان و استخدوس، دمنوش شکرتیغال، زوفا، عناب، پونه کوهی و شکر سرخ، همچنین دمنوش استخدوس به صورت اختصاصی بسیار میتونن مفید باشن برای درمان هر گونه خلط پشت حلق و حتی سرفه های خلط دار. استفاده از آب نمک هم که همتون باهاش آشنایی دارید، کافیه که کمی آب نمک داغ درست بکنید و اون رو قرقره بکنید و یا از طریق بینی اون رو بالا بکشید و از طریق حلق اون رو استخراج بکنید که اگر بتونید این کار رو بکنید در واقع از خاصیت میکروب زدایی نمک در سیستم تنفسی خودتون به نحو احسن استفاده کردید. یه سری داروهای گیاهی ترکیبی هم داریم که بسیار مفیدن. قطره نازیل برای درمان خلط پشت حلق تجویز میشه. این قطره حاوی ارده کنجد، روغن سیاه دانه و موارد دیگره و در داخل بینی چکانده میشه. شربت اخلاط ثلاثه حاوی گیاهان دارویی مثل شاهتره و خاکشیره که میتونه برای درمان خلط پشت حلق بسیار مفید باشه. اما میپردازیم به درمان خلط پشت حلق با دارو. خب داروهاش رو که باید قطعا دکتر برای شما با توجه به میزان خلطتون و اینکه سرفه خلط دار دارید یا نه تجویز بکنه و همچنین دلیل وجود این خلط رو هم باید دکتر شما تشخیص بده. به طور کلی داروهایی که برای خلط پشت حلق وجود دارند بدون نسخه هاشون مثل گایفنسین، اکسیمتازولین و
سودو افدرین هستند که بسیار میتونن مفید باشن، اما با تشخیص پزشک، همچنین داروهایی که حتما باید پزشک تجویز بکنه و اصلا نباید سر خود مصرف بشه، مثل سالین هایپرتونیک، دورناز آلفا، آنتیبیوتیک های قوی و موارد دیگه. همچنین پماد ویسک که به باز شدن مجاری تنفسی در بینی بسیار کمک میکنه، جزو درمانهای دارویی دستبندی میشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. دلتون خوش، تنتون سلامت، جیبتون پرپول باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.